گفتم که من از آشناهای آقای محمدخانی هستم، دوست خانم برادرشون هستم، عنایت بفرمایید این شماره رو بهشون بدید. آقای درخشان هم گویا مدت‌ها نداده بودن، بعد که خانم شماره رو توی جیبش پیدا کرده بود ناچارم به ناصر داد شماره. حالا ناچار هر جوری نمیدونم. بعد شبش، یعنی خب نصف شب بود، دقیقاً 4-5 صبح بودش که تماس گرفته شد. بعد همون روز ایشون با من قرار گذاشتن و ایشون رو دیدم و دیدن هم بود و ایشون خواستن که من با ایشون زندگی بکنم. آقای حمید درخشان رو از کجا میشناسید؟ آقای حمید درخشان تو میدان آزادی خودش ایستاد. بعد من هم رفتم جلو. من چه میدونم خوشش اومد با ایست. من نمیدونم چرا ایستاد. از چی خوشش اومد؟ من نمیدونم. خب حالا ایستاد دیگه. آشناییتون از اون 13 سالگی بوده یا سال 77 بوده؟ وقتی که 13 یا 14 سالم بود فکر میکنم سال 63 بودش. خب به طب فوتبال رو دوست داشتم، ایشون متانت خاصی تو زمین فوتبال داشتن. بعد آقای گل بودن اون زمان، حالا شاید ظاهر زیبایی نداشتن منتها خب از متانت خاصی برخوردار بودند. یک آدم جلفی هم بودن، خیلی مرد متین و موقری بودن. کارگردان بدون هیچ ملاحظه خاصی حتی خصوصی ترین بخش های زندگی این فوتبالیست و رابطهش با شهلا را به تصویر